درود و سلامی دوباره با برنامه هواشناسی موسبز از 2 تا 12 مهر ماه خوش اومدید. امیدوارم که خوشتون بیاد. مهر ماه یا تولدتون مبارک. از جمله خودم و پیجم که توی مهر ماه هستیم، بریم بیوقف سراغ منطقه 1 که تهران و البرز است. کاهش دمای 2 درجه در روز تا آخر دوره هواشناسی که روزهای آفتابی و نیمه ابری داریم که در دوشنبه و سه شنبه پیش رو هست، که بیشترین دما رو به 26 درجه سانتیگراد در روز و کمترین دما 24 درجه است که این اول هفته است که آخرش به 26 درجه میرسه و دمای شب هم 19 یا 20 درجه ثابت میمونه. منطقه 2 گیلان، مازندران، گلستان. استان گیلان افزایش دمای 2 درجه روزهای ابری و نیمه ابری بدون بارش رو داره که سه شنبه و چهارشنبه حالت ابری ایجاد میشه، ولی خب بارشی در بر نخواهد داشت که اول این هفته، اول این دوره هواشناسی که بهتون میگن دما 26 درجه سانتیگراد که نهایتا به 28 درجه سانتیگراد میرسه و دمای شب هم 18 درجه سانتیگراد ثابت خواهند بود. دوستان مازندران هم روزهای پیش رو ابری و نیمه ابری همراه بارش بسیار ضعیف در روز سه شنبه است که از شنبه تا چهارشنبه ابری و نیمه ابری، که این حالات ابری و نیمه ابری فقط توی سه شنبه یه نیمه بارشی داره که 3 درجه افزایش دما هم توی این هفته احساس میشه توی این دوره که از 26 درجه که اول این دوره هست به 29 میرسه و دمای شب هم 17 یا 18 درجه ثابت خواهد بود. استان گلستان هم افزایش دمای 2 درجه رو در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ابری و نیمه ابری هست رو احساس می‌کنه، همراه بارش نسبتا خوبی در این روزها هستیم که سه شنبه و چهارشنبه رو دارم میگم و بارشش نسبت به مازندران یک کمی بالاتره که دمای 25 درجه در اول دوره رو نهایتا به 27 درجه و دمای شب رو از 16 به 17 درجه سانتیگراد میرسونه. باقی روزها هم به غیر از سه شنبه و چهارشنبه صافه که هیچ بارشی هم نداره. منطقه 3 زنجان، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی. 3 درجه افزایش دما تا آخر هفته یا دوره‌ای که داریم پیش بینی می‌کنیم. روزهای پیش رو هم که ابری و نیمه ابری، ولی خب بدون بارش پنجشنبه جمعه صافه که دمای اول دوره رو 22 درجه ثبت می‌کنیم و در آخر هفته به 25 درجه میرسه و دمای شب از 11 به 14 درجه سانتیگراد میرسه. استان اردبیل هم روزهای ابری و نیمه ابری پیش رو داره که دوشنبه و سه شنبه شاهد نیمه بارش‌های ضعیف هستیم که 1 درجه افزایش دما رو داره که در روز از 20 درجه به 21 درجه تا آخر دوره میرسه و در شب هم 11 به 13 تبدیل میشه. آذربایجان شرقی هم روزهای ابری و نیمه ابری همراه بارش‌های نسبتاً ضعیف در یک شنبه و دوشنبه پیش رو داره که باقی روزها بدون بارش هستن و یا صافن که دمای روز رو 25 درجه ثابت دارید و دمای شب هم از 13 درجه به 16 درجه سانتیگراد تا آخر دوره ثبت می‌کنید. دوستان آذربایجان غربی هم بارش بسیار ضعیف در روز دوشنبه رو داره که دمای روز 26 درجه سانتیگراد و دمای شب 13 درجه سانتیگراد. منطقه 4 قم، قزوین مرکزی، همدان. استان قم از 33 درجه تقریبا به 31 درجه میرسه، یک کاهش دمای نسبی داره که حالت گرماش رو باز میشه احساس کرد به خاطر حالت جوی که داره. دمای شب هم 20 درجه سانتیگراد شروع روزهای ابری و نیمه ابری است که در سه شنبه و چهارشنبه و باقی روزها هستش، ولی خب بقیه روزها هم صافه بدون بارش هستن. این روزهایی که حالت ابری و نیمه ابری است. استان قزوین هم روزهای ابری و نیمه ابری در دوشنبه سه شنبه چهارشنبه هم بدون بارش احساس میشه و باقی روزها هم صافه. دمای قزوین 27 درجه خواهد بود و دمای شبش هم از 18 دوباره میرسه به 14 درجه و دوباره به 18 درجه سانتیگراد میرسه تا آخر. و استان مرکزی هم دمای 27 درجه رو تا آخر دوره به 26 درجه میرسه و دمای شب هم 14 درجه سانتیگراد. روزهای صاف و نیمه ابری از دوشنبه تا چهارشنبه، ولی خب بدون بارش و باقی روزها هم صافه. همدان دوشنبه تا چهارشنبه نیمه ابری بدون بارش، دمای روز 25 درجه، دمای شب 13 درجه، باقی روزها صاف و بدون بارش. خب بریم برای منطقه 5 که کلن روزهای صاف و نیمه ابری بدون بارش رو داریم که کرمانشاه، کردستان، لرستان و ایلام همشون به این صورت هستن که فقط دماهاشو الان میگیم. اول دوره 31 درجه است برای استان کرمانشاه که به آخر دوره به 30 درجه میرسه و دمای شبش هم 16 درجه است. استان کردستان 29 درجه است که آخر دوره به 28 میرسه و دمای شب از 15 به 16 میرسه. استان لرستان هم 28 تا 29 درجه تقریبا ثابت خواهد بود و دمای شبش هم 16 درجه است. این برای مرکز استان لرستان هست. منطقه های شرقی ترش که سردتر هم هستن تقریبا 24 الی 25 هست و دمای شبشون هم 12 درجه ثبت میشه. استان ایلام هم هفته تمام صاف و بدون بارشی داره مثل همه استان هایی که ذکر کردیم. دمای روزش 32 درجه ثابت خواهد بود و دمای شب 20 درجه سانتیگراد خواهد بود. منطقه 6 شارمال بختیاری، اصفهان هست. شروع هفته با روزهای صاف، سپس ابری و نیمه ابری اما بدون بارش دما و دما هم تا آخر هفته 25 درجه سانتیگراد و 12 درجه سانتیگراد در شب خواهد ماند. استان اصفهان هم شروع هفته با دمای 29 درجه سانتیگراد و پایان هفته با دمای 27 درجه سانتیگراد هست. ببخشید میگم هفته اثر عادت و منظورم همون دوره است که بیشتر از یک هفته است. دمای شب هم 18 درجه سانتیگراد ثابت و حالات ابری و نیمه ابری احساس میشه که بارشی در بر نخواهد. استان یزد هم ثبات دمای 30 درجه تا اواسط دوره داره و با کاهش دمای 1 درجه تا آخر دوره تمام صاف و بدون
میلیون بارش پیش میره و به غیر چهارشنبه نیمه ابری، اما خب چهارشنبه هم نیمه ابری بدون بارشه. منطقه 7 فارس، بوشهر، کوهگیلویه و بویراحمد. استان فارس شروع هفته با دمای 31 درجه سانتیگراد و پایان هفته با دمای 28 درجه سانتیگراد تمام صف و بدون بارش. خب استان بوشهر دمای 37 درجه رو داره و تا آخر هفته به 36 ممکنه برسه یا همون 37 ثابت باشه و دمای شبش هم 31 درجه ثابته و تمام صاف و بدون لکه ابر و بارشه. کوهگیلویه و بویراحمد هم 27 درجه است که نهایتاً به 26 درجه سانتیگراد برسه و دمای شبش هم 13 درجه سانتیگراد تمام صاف و بدون بارشه. منطقه 8 کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان. کرمان چهارشنبه تا جمعه ابری و نیمه ابری بدون بارشه، باقی روزها هم صاف، دمای 27 درجه رو به 25 درجه سانتیگراد تا آخر دوره میرسونه و دمای شبش هم 17 درجه سانتیگراد ثابت خواهد ماند. استان هرمزگان 36 درجه سانتیگراد هست در اول دوره و نهایتا به 35 میرسه و دمای شب هم از 30 به 29 میرسه. از شنبه تا دوشنبه حالات نیمه ابری نسبی احساس میشه، اما خب هیچ بارشی هم نداره. سیستان و بلوچستان دمای ثابت 25 درجه سانتیگراد رو تا آخر هفته داره که 13 درجه سانتیگراد هم دمای شبش هست، صاف و بدون بارش هست کلا. و اینم برای استان سیستان و بلوچستان. بریم برای منطقه 9 سمنان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی. استان سمنان روزهای ابری و نیمه ابری تا پنجشنبه رو داره که سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه نه بارش بسیار ضعیفی احساس میشه و باقی روزها بدون بارشه. دمای روز از 26 تا 24 درجه سانتیگراد متغیر هست. طول این نسبتی که دوره هست یعنی 26 درجه است و آروم آروم 25 میشه و نهایتا تا آخر دوره به 24 میرسه و دمای شب هم 16 درجه سانتیگراد برای این استان خواهد بود. خراسان جنوبی هم 3 درجه کاهش دما تا آخر هفته رو یا همون دوره رو داره که تماما صاف و بدون بارشه و دمای 23 درجه سانتیگراد نهایتا به 20 درجه سانتیگراد میرسه و دمای شب هم از 8 به 10 درجه میرسه. خراسان رضوی دمای ثابت 21 درجه سانتیگراد رو تا آخر دوره داره که دمای روز 3 درجه کاهش داره که تماما صاف و بدون بارش هست و به غیر از چهارشنبه نیمه ابری و هیچ بارشی نداره که کلا این حالت برای خراسان شمالی هم دیده میشه، ولی یک شنبه تا چهارشنبه نیمه ابری بدون بارشه بجاش و خب دمای 21 درجه رو به 20 درجه سانتیگراد میرسه و 10 درجه رو به 11 درجه سانتیگراد میرسه. برای خراسان رضوی هم خب همون 21 درجه که گفتیم کماکان ثابت، ولی خب تا 18 اینا ممکنه برسه و دمای شب خراسان شمالی هم 10 الی 11 درجه سانتیگراد. بریم برای منطقه 10 خوزستان که طبق معمول گرمترین منطقه ایران هست که دمای روزش به 44 یا 43 درجه سانتیگراد میرسه و دمای شبش از 30 تا 31 درجه سانتیگراد دیده میشه و شروع دوره تمام صاف و بدون بارش رو همراه کاهش دمای نسبی 1 درجه ای رو داره که هیچ بارشی در این دوره هم احساس نمیشه. امیدوارم که از این برنامه هواشناسی هم مثل برنامه هواشناسی دیگه خوشتون اومده باشه. لایک کنید، کامنت بذارید، برای دوستانتون ارسال کنید و سابسکرایب کنید و همه این کارهایی که خودتون میدونید حمایتی هستن، میدونید که چقدر زحمت میکشیم همین ضبط کردن و تون صحبت کردن و کلی کارهای دیگه تحلیل کردن و ادیت کردن و اینا کلی زمان میده. خب امیدوارم که از اولین پست هواشناسی در فصل جدیدی از زندگیمون، فصل زیبای پاییز، فصل رنگ و رنگی ها، طعم های قشنگ و بارون رو داشته باشیم که همزمان با ورق خوردن این فصل زیبا ورق جدیدی از فصل زندگی ما بگذره که پیج مصعب هم همزمان امیدوارم وارد فصل جدیدی از رشد، افزایش فالوور و انرژی مثبت بشه، فعالیت شما هم همچنین بیشتر بشه مثل فعالیت ما. سعیمون بر این هست که فعالیت‌هامون رو مثل گذشته کنیم و رکوردهای گذشته‌مون رو بزنیم و بریم برای افزایش دوستانی که داریم دور خودمون، مثلا برسیم 14 15 16 و الی آخر کا، که واقعا انرژی خوبی میده بهمون وقتی که میبینیم همچین فعالیت هایی باشه. و دوست دارم که بدونم شما چه موضوعی رو دوست دارید واسه پست های بعدی داشته باشیم. هواشناسی که مثل همیشه هست و سعیمون این هست که همیشه آپدیت و بروز باشه، ولی خب فعالیت های اصلیمون این حالت اخباری که داریم میگیم واسه هواشناسی و اخبار موسس که واسه مثلا نهالکاری و این ها هم میگیم و یا خیلی اخبارهای کناری اون هم دوست داریم برگردونیم مثل بقیه فعالیت هایی که لایو و این ها هم خیلی تاثیرگذار بود. حالا شما هم نظراتتون رو به هم بگید که بریم برای ترکوندن اکسپلور با هم دیگه. خیلی ممنون، خدا نگهدار.